هنگامه افشار هستم در برنامه رو در رو. امروز شنبه 8 بامداد 16 از ماه مارچ، 16 این دیگه درسته، 2013 میلادی. معمولا در شروع برنامه یک قطعه از سروده های خودم رو خدمتون تقدیم میکنم. آقای امیر شهرتی تا آرمو زدن، من گفتم یادم رفت به سرودم از پایین بیارم، رو میز پایین جا گذاشته بودم. به هر حال دیگه امروز برنامه رو به گونه دیگر آغاز میکنیم، فرصت نبود که بریم و خدمت شما چند نکته رو میخوام بگم. یکی این جنجال آقای احمدی نژاد که مادر آقای چاوز رو در آغوش کشیده، خب یه لحظه ای بوده و به هر حال عکسی هم بود که آقای احمدی نژاد دختر آقای چاوز رو نه به اون چیک تو چیکی در آغوش کشیده بود، خواستم امروز خدمت نشون بدم ولی از تو اینترنت برداشتم. خب این یک مورد. حالا ما موضوع نون، کمبود نون مردم کم رفته پشت صحنه جنجال در آغوش کشیدن آقای احمدی نژاد مادر چاوز و حلال و حرام بودن. خب اینا پشت صحنه دخترهای رقاص رو میارن، من دیدم عکسا رو مانیکور میکنن، مینی ژوپ و 7 قلم آرایش، اینا بعدشون نمیاد از دخترای خوشپوش و خوش، اینا با زنای خودشون که به هر حال دیگه مادر خانواده هستن کاری ندارن، اینا از دخترای آلامود خوشون میاد، منتها ظاهر قضیه میگن ضد اسلامه. و بعد این دادگاهی که در مورد قربانیان کهریزک انجام شده، من صحبتی از این آقای سعید مرتضوی شنیدم که واقعا چندشم میشه که حتی حرفش رو تکرار کنم، که برگشته به آقای روح الامینی گفته تو پدر خوبی نبودی، اگه بودی یه زنگ به ما میزدی و میگفتی که پسرت رو آزاد کنیم. گویی که اصلا موضوع دادگاه سر پسر یه پاسداره، موضوع سر بچه های ایرانه، سر تجاوز به بیش از 80 جوان ایرانیست که آمده بودن تو خیابون و گفته بودن رأی من کو، حرف حساب. خود این آقایون برای رأیشون در پشت مجلس و در پشت صندوق دارن همدیگر تیک پاره میکنن. این مردک چجوری داره راست راست در ایران را میره راست راست و کسی به این کاری نداره و همچنان کچلوار تنش میکنه و جلو دوربین میخنده و همه رو محکمه رو به مضحکه گرفته، قانون رو به مضحکه گرفته، ولایت فقیه رو به مضحکه، یعنی همه شون دیگه جزء بازی خیمه شب بازی هستن. چهار سال گذشته، اگه تو پدر خوبی بودی زنگ میزدی به ما، ما رو مطلع میکردیم، پسرتو آزاد میکردیم. موضوع سر پسر آقای روح‌الامینی نیست. حالا اگر آقای پارتی بازی ایشون نبود اصلا این دادگاه هم تشکیل نمیشد. بحث بر سر فرزندان ایرانه، اون فرزند روستایی است که صدا نداره، نه سفره بر نان داره نه صدا داره. این پارتی بازی ها، این حق بازی ها، اینها واقعا باید شسته بشه از زندگی بشریت. در ایران به غلظت وجود داره، در جهان هم، و تا وقتی که این اصلاحات انجام نشه انسان نمیتونه در بهزیستی زندگی کنه. یک اطلاعیه هفته گذشته از ایران به دستم رسید، منتها متاسفانه باید من این رو مقدم میگذاشتم بر موضوع زنان. شیرخوارگاهی هست در ایران که نیاز فوری به کمک مردم داره برای غذای کودکان. من این اطلاعیه رو میخونم و از هممیهنان خواهش میکنم، چون هر بار که ما اعلام کردیم باور کنید دستهایی بودن که خواستن کمک کنن نمیدونستن به چگونه، اما خوشبختانه این اطلاعیه مراکز مختلف این شیرخوارگاه رو اعلام میکنه و نیاز فوری دارن. من این اطلاعیه رو خدمتتون میخونم. اسمش هست شیرخوارگاه شبیر، اگر درست تلفظ کنم. یک ماهی که سهمیه برنج این شیرخوارگاه قطع شده. آشپزخانه این مرکز غذای 4 مرکز رو تهیه میکنه: مرکز شجاعی، یاسر، ولی عصر و افسریه. 4 مرکزه.
به صورت گرم و در هر روز پخت می‌کند که حالا نگرانی مسئولین مرکز شوبر از ادامه این برنامه است. اگر توانایی دارید نیاز فوری این شیرخوارگاه به برنج چه به صورت نقدی یا برنج خشک یاریتان را می‌طلبد. آدرس رو من خدمتتون میدم: میدان خراسان 17 شهریور جنوبی، پایین تر از تیر دوقلو، روبروی مدرسه فیاض، بخش شیرخوارگاه شوبر. در اینجا چند تلفن هست برای این شیرخوارگاه. من قسمت اجازه بدید مددکاری رو بدم. تلفن چندین تلفن هست. اجازه بدین من قسمت مددکاری رو خدمتتون بدم. یادداشت بفرمایید: 330-17-766 330-17-766 شیرخوارگاه شوبر نیاز فولی داره برای بچه ها به غذا و سهمیه برنج. این شیرخوارگاه قطع شده، 4 مرکز هست و هموطنان حتی خارج از کشور میتونن با ارسال مبلغی به اقوامشون در ایران خواهش کنن که هر طور شده به این کودکان، به این طفلا کمک کنن. آخر برنامه مجددن این اطلاعیه رو خواهم خوند. بسیار خوب. امیر جان از شما سپاسگزارم. ما هنوز در ماه 8 مارچ هستیم، یعنی ماه مارچ به دلیل اینکه این جنبش زنان در یک قرن پیش تقریبا ثبت شد، روز 8 مارچ روزهای مختلف داشت. از چند سال قبلش آخرین هفته یک شنبه فوریه رو می گرفتن، بعد تا سال 1913 یعنی 912 و 11 19 مارچ و این تا فوریه میره. حتی در کشورهای مثل روسیه. در امریکا من دیدم کل ماه مارچ را، ببخشید آخر ماه مارچ گفتم، مثل که تا اوائل فوریه میره. به همین دلیل موضوع زنان بسیار موضوع مهمی است. کوششی که کردن چه طی چند قرن اخیر، واقعا در دو قرن اخیر بوده، زنان دنیا به حقوق رسیدن. قبل از اون همون گونه که واقعا بهتون خدمتتون اطلاع داده شده و میدونید و در همه جا هست، نیازی نیست واقعا به برنامه من توجه کنید. فقط اگر امروز بروید تشریف ببرید در اینترنت، درسته که خیلی اطلاعات اشتباه هم هست، ولی آپدیت میکنن، اطلاعات صحیح بسیار هست و متوجه میشیم که چه اتفاقی برای زنان در 4 گوشه جهان افتاده در 2 قرن اخیر. تا 2 قرن 16 و 17 اصلا تا قرن 16 پسرها در دنیا در تئاتر نقش زنان رو بازی میکردن و خب این قاعده بعد به هم ریخت. تا قرن 18 تمام بچه ها کودکان در دنیا کودکان کار بودن، در انگلستان، در اروپا، در نقاط دیگر که حالا ما اطلاعات مآخذی نداریم، ولی بودند که این بچه ها روزی 8 تا 12 ساعت کار میکردن. کودکان 8 ساله 12 ساله. این قوانین به هم ریخته، ولی متاسفانه این قوانین هنوز در کشورهای مسلمان هست، در ایران هست، در افغانستان و پاکستان هست، در افریقا هست. و امروز کوشش زنان غرب که روزی برای در از بین بردن این تبعیض نژادی ها، یعنی خواسته هاشون، یه موقع مقررات ساعت کار بود، حق رأی بود، حق طلاق بود، دستمزد بود، گرفتن حقوق هینه بارده، خب اینها رو غرب به دست آورده. امروز خواستهای دیگری داره. هنوز حقوق زنان، هنوز زنان مدعی هستند که در جهان، حتی در کشورهای پیشرفته، حقوق زن و مرد مساوی نیست و برای این تساوی کوشش میکنن. اما آن خواسته هایی که یک قرن پیش بود امروز در غرب وجود نداره. به اون خواسته ها رسیدن، خواسته های دیگری اولویت پیدا کرده و برای خواست های مردمان کشورهای عقب افتاده
به ویژه آفریقا و خاورمیانه که زنانشون هنوز در واقع همون حقوق یک قرن گویی که این تغییرات تغییری ایجاد نکرده یا تغییری بوده بسیار جزئی، برای این موارد می جنگن زنان غرب، یعنی هم برای حقوق خودشون هم برای حقوق بقیه زنان در اقصی نقاط جهان. تبعیض وحشتناکه، هنوز ختنه وحشتناکه، یک زن رو مثله کردن در کودکی، حس برای اینکه حس غریزی و جسمانی اون رو از بین ببرن، و بعد تجاوزاتی که به این زنها در این کشورهایی که ختنه میکنن میشه. من یک گزارشی داشتم در این که در زیمبابوه و در بعض دیگری از کشورهای آفریقایی به پسران و مردانی که ایدز به بیماری ایدز مبتلا بودن میگفتن اگر با یک دختر نابالغ بخوابی ایدز شما خوب میشه، و این خرافات رو طوری ترویج دادن که این تجاوز به شکل وحشتناکی در بخشی از این افریقا هست. و ببینید اینه که میگن در افریقا ایدز به طور حیرت انگیزی گسترش دارد. البته جورج بوش قبل خیلی میلیون ها دلار خرج کرد، شاید هم میلیارد، و این رو تقریبا تخفیفش دادن در اون کشور، در کشورهای آفریقا، چون وحشتناک بود. و این به علت همین تجاوزهایی بود که به این دخترهای تازه بالغ میشد. شما فکر کنید اینو ختنش کردن، چه روحیه ای، روحی تضعیف روحیه که این حس جنسی نداشته باشه، و بعد تجاوز و بعد کتک و بعد حق هیچی نداشتن. آخه این زن، نیمی از مردم مسلمان، این 1.5 میلیارد زن هستن. تا وقتی که اینها در شرایط بهداشتی و آموزشی درست و انسانی بزرگ نشن، جامعه بشریت رشد نمیکنه. چه انتظاری داریم از اینکه طالبان دارن در گروه های مختلف هر روز گروه بندی میکنن، یارگیری میکنن، شهاب درست میشه، ده ها گروه تروریستی دیگر، و بعد کشورهای مثل عربستان که پول دارن، سرمایه دارن، کشورهای نفخیزه، برای برهم زدن این بالانس قدرت، در واقع برای جا انداختن اهداف اسلامی خودشون از اینها استفاده میکنن. این بچه ها و یه ده بچه های در واقع حرومزاده هستن، طفلی ها در وضعیت بد، خودشون هم با وضعیت مشابه مادران و پدران بزرگ میشن. چه انتظاری هست از اینکه این دنیا رو بخوان جلوی پیشرفت این رادیکالیزم و خشونت گرفته بشه؟ حالا هی موشک درست کنن، هواپیما درست کنن، هی برن بزنن گروه گروه تروریستا رو بکشن. ریشه‌ای باید اینها رو از بین برد، و این حرکت زنان در جهان برای ریشه‌کن کردن ظلم بر علیه زن بسیار کارساز بوده تا به امروز. و اینکه موضوع 8 مارس رو در جهان بزرگ قلمداد میکنند، علت داره، به دلیل که یک یادآوری تاریخی است، یک هوشیاری، یک بیداری، یک از خواب بیدار کردن کشورهایی که هنوز در خوابن. تا زنان، تا مادران و دخترانه این کشورها بیدار نشن، امکان نداره که این ریشه های پوسیده، بافت های پوسیده فرهنگی ریشه کن بشه. و تا مادری آگاه نشه، فرزندان آگاه تحویل جامعه نمیده. پس روز 8 مارس یک روز بسیار عزیز و بزرگی است. من گاه از بعضی از خانوم‌ها، به ویژه خانوم‌های ایرانی که حالا چند تا قصه هم نوشتن یا چند تا کتاب، امروز که دیگه همه کتاب شعر چاپ میکنن، خوشبختانه ایرانی‌ها ذوق سرودن دارن، میشنوم در این مصاحبات میگه نه مهم نیست، زن و مرد نداره، ما معتقد نیستیم به این دالان و دلون، با اینا مال قرن قبل بوده. یعنی چه؟ هنوز در ایران مسئله پوشش رو آخون داره انتخاب میکنه، آخون داره قانونش میکنه، نشستن دانشجو بر سر کلاس در کنار دختر و پسر. حالا خانم های ایرانی که اینا بیشتر در امریکا و
بعضی نقاط خارج از کشور خودشون بگه میگه ما برای اون مهم نه، اصلا اینا زن و مرد نداره، زن و مرد از نظر شما نداره که تو کشور یا مثلا تو بیورلی هیلز نشستین یا تو لندن نشستین راحتین، کسی باتون کاری نداره، با قانون اروپا و آمریکا دارین زندگی میکنی. بله برای بنده هم زن و مرد نداره. خود من از 14 سالگی در ایران که بودم، تیم 16 سالگی تیم فوتبال دختران ایران و پرسپولیس که دایر کردم، بیشتر موقع من با پسرها فوتبال بازی میکردم چون برای دخترها زمینی نبود. زن و مرد نداره، برای خود من اصلا زن و مرد نداره. ولی اینی که برای بند زن و مرد نداره، نمیشه من اینو تعمیم بدم به کل جهان جامعه. زن و مرد هست، به طور وحشتناکی هم هست. و این روز 8 مارچ بسیار روز مهمی است، بسیار روز عمده است. اجازه بدید که اولا که یک حرکتی در دنیا آغاز شده برای اعتراض به نقض حقوق زن در جهان و این فرهنگ لخت شدنه، لخت شدن. و یک فیلمی هم داشتیم از استکهلم در سوئد، دختران گویا چپ لخت شده بودن و بر علیه حجاب و اسلام، البته آقای شهرتی گفتن ما دیگه نمیتونیم خانمای ایرانی که لخت برهنه میشن این رو نشون بدیم. اما یک این شتابی که گرفته به اعتراض به قوانین اسلام بر علیه زن، حالا ببینید بعضی از دختران اروپایی، این عکس که میتونیم در اتوبوس عزیزم نشون بدیم، یک دختر خارجی، خب اینها هم توهینه، هم دیگه نمیشه جلوشو گرفت. سرش رو پوشیده، پوشونده، اما با شورت در اتوبوس. حالا این خانوم نمیدونم مطبش نمیاد که چهره مسلمان داشته باشه. بعد از اون هم لطفا نشان بدهید، بله این دختر خانوم، البته عکسای متفاوت بود در یک روز که اینها اعتراض میکردن. ببینید در اوکراین بسیار زنها پیش رفتن، زنان اوکراینی نسبت به بقیه زنان در اتحاد جماهیر شوروی قبلی خیلی پیشرفته ترن و میبینیم که حتی در زمان کمونیسم این زنا کلونتی، بله خانم کلونتی یک زنی بود که پیشگام این انقلاب سوسیالیستی بود و یکی از زنانی بود که در سال 1911 در نشست زنان در 8 مارس در استکهلم گفت حتی زنانی که بهشون تجاوز شده و فرزند دارن باید فرزندان اینا زیر پوشش و قوانین دولتی قرار بگیرن. خب این زنم اوکراینی بود. حالا این باب شده در همه جای دنیا. در مصر ما دیدیم اون خانم، در مصر، در ایران، نمیدونم این شیوه گاه به صورت زنندهی نمایش داده میشه، اما امروز در تمام دنیا این شیوه لخت شدن ببیشه در کشورهای اسلامی یا کشورها، کسانی که میخوان حمایت کنن از زنان مسلمان، چون پوشش بسیار کوبیده میشه از طرف روحانیون برای خفه کردن زن، در واقع به جایی که اون رو با طناب خفه کنن پوشش اجباری رو بر او تحمیل میکنن، این لخت شدن این قرن باب شده. حالا ما عکسایی داریم در سراسر جهان که 8 مارچ با چه جلوه‌ای، با چه شوری جشن گرفته شد، رقصیده شد، شعارهای ضد حقوق زن بالا برده شد و رادیوها، تلویزیونها، روزنامه‌ها پوشش دادن. بسیار خوبه این حرکت. من واقعا از بعض خانم‌های روشنفکر ایرانی که مخالف این روز هستن و فکر میکنن قضیه دیگه زن و مرد نداره، حالا داره. با خانم‌های امریکایی ما صحبت میکنیم میگن بله قضیه هست، با خانم سوئدی صحبت میکنیم میگن هنوز زن به حقوق خودش نرسیده. حالا بعضی از ما اومدیم در غرب اینجا فراموش کردیم، ما خواه حافظه تاریخیمون هم خیلی کوتاهه، همه چی رو یادمون میره، به همین دلیل هم فراموش کردیم که هنوز ظلم به زن در دنیا وجود داره و مهم نیستش که بنده و شما در اینجا حقوق کامل داشته باشیم، کوچکترین ظلمی بر ما نرود.
ما باید برای حقوق دیگران بجنگیم، مبارزه کنیم، کما اینکه امروز زنان غرب نیمی از خواسته هاشون خواسته های زنان کشورهای مسلمان است. بله، میبینید که بسیار زیبا از افغانستان تا کشورهای سایر کشورهای عربی در افریقا، باشور در هندوستان، که امسال واقعا برملا شد که چه تجاوزی اونجا در خیابانها به زنها روا میشه. هر 18 دقیقه من باور نمی کنم، باور نمی کردم. البته یک کشور بسیار دموکراتیکه و شاید عدم حضور کشورهای عربی را می بینید که عدم حضور پلیس در خیابانه که باعث میشه که این ناامنی وجود داشته باشه، ولی هر آینه زنها در حال مبارزه هستند و ما باید استقبال کنیم. و بعد در کنار زنان ایران، زنان افغانستان، این افغانی بسیار واژه غلطی است و میبینم خیلی میگن زن افغانی، پسر افغانی، افغانی ها، افغانی واحد پول افغان، بسیار واژه غلطی. دو واژه غلط هست که خیلی مصطلحه در بین حتی بعضی، من میگم من ادبیاتم اصلا هیچ، اینجا نمیخوام درس بدم چون خودم هم مشکل دارم، اما دو موضوع هستش که هی تکرار میشه، غلط، تکرار، تکرار، مکرر. یکی افغانی، افغان، زن افغان، ملت افغان، پسر افغان، افغانی واحد پوله. دو دیگر اینه که هر از گاهی میگن، هر از چند گاهی، یا باید بگیم هر از چند یا هر از گاهی، هر از چند گاهی غلطه. البته اینم زنده یاد چوبک من رو تصحیح کردن سالیان پیش و گفتن یا هر از گاه یا هر از چند، هر از گاهی، هر از چند، نمیشه این دوتا رو پشت هم استفاده کرد. خب حالا بگذاریم. زنان افغان در از وقتی که آقای کرزای آمده و طالبان رفته، حقوق قبل از طالبان خودشون، چون قبل از طالبان درصد بالایی از زنان وکیل بودن، پزشک بودن، به مشاغل دولتی می پرداختن و طالبان که آمد اینها رو در اون توری ها و در اون پوشش های وحش برقه که گذاشت، که اینها بعد خواستن این سیستم رو در اروپا هم اشاره بدن که دولت ها مقابلشون ایستادن. ولی امروز ما می بینیم افغانستان، زنان افغان در ورزش، در یک عکسی هست که مجموعه از این، بله بله، در ورزش، در کارهای حقوق بشری خیلی فعالیت میکنن با توجه به مشکلاتی که بر سر راهشون هست. البته من میگم یک شخصی مثل آقای کارزای با همین تفکرش اگر رئیس جمهور ایران بود، بسیار ایران پیشرفت کرده بود، زنان، حقوق زنان و مردان. منتها در یک کشور طالبانی آقای کارزای بسیار پیشرفته تر از آخوندهای ماست، داره حکومت میکنه. اما همین حد اقل هم که امکانات رو باز کرده، میبینیم که زنان افغان با چه شوری دارن مسندهای قدرت رو، حالا قدرت نه، واقعا به خاطر قدرت نیست، برای کمک به جامعه دارن پیشرفت میکنن، توسعه داده میشه. و این مسلمه که بچه امروز افغان فرق خواهد داشت با بچه 10 سال پیش که زیر دست یک مادر طالبانی افکار دیگری نداشت. نمیدونه خوب و بد رو، نمیدونه زن، فقط باید بذاره و بعد این بچه رو شیر بده. و همین مادرها تفاوت میگذارن بین نوزادان پسر، بچه های پسر و دختر خودشون. از همون کوچیکی اگه پسر دختر رو کتک بزنه حق داره، ولی اگر دختر اعتراض کنه به پسر، دختر تنبیه میشه. خب این رو مادر چگونه باید بدونه جز این که خودش تربیت بشه؟ و وقتی این گونه تربیت بشه، این بچه وقتی 14 ساله و 16 ساله و 18 ساله میشه، میدونه که نباید زن آزاری کنه، نباید کتک بزنه، باید به حقوق مساوی اگر در مسند قدرت قرار میگیره، باید حقوق برای زن قائل باشه. پس همه چیز از پایه و ریشه هست که امروز زنان جهان هر روز بیشتر
هر سال بیشتر در راستاش می جنگن. یک خانم محترمی هفته گذشته با من تماس گرفتن، هنوز هستن، بانوان فرهیخته‌ای که در سن کهولت هستن دلشون و میتونن واقعا راوی اخبار مهمی برای ما زنان باشن. خانوم به نام خانوم پری خیرخواه با من از ساوت کارولینا، کارولینای جنوبی تماس گرفتن و ایشون البته نامتون به دستم رسید عزیز دلم، بسیار از شما متشکرم. خود ایشون در ایران یکی از نخستین کسانی بودن که در رشته حقوق فارغ التحصیل شدن این عزیز، و بعد سالیان در مدارس دبیرستان‌های مختلف مدیر بودن و خودشون هم مدرسه دایر کردن، مدرسه هم داشتن، ولی ایشون علت تماسشون با من خودشون نبود، هرچند که من دوست دارم یک روز خاطرات خودشونم باشه. معرفی خانمی بود به نام مهرنگیز منوچهریان، اولین سناتور زن ایران. ایشون مطلبی هم فرستادن، کتابی در مورد خانم منوچهریان، مهرنگیز منوچهریان، نوشته شده توسط خانم پروین اردلان، یکی از مبارزین حقوق زن در ایران. من بخشای این مطلب رو که سرکار خانم پری خیرخواه برای من فرستادن خدمتتون میخونم، از بیوگرافی خانم منوچهریان تا در یک فرصتی کامل از خانم منوچهریان براتون بگم. سناتوری که به حق رأی زنان اکتفا نکرد، بعد از اعطای حق رأی به زنان، مهرنگیز منوچهریان که خود سالها برای حق رأی زنان تلاش کرده بود، یکی از دو زنی بود که به عنوان سناتور وارد مجلس سنا شد. پروین اردلان از تلاش‌ها و شخصیت‌های این چهره فعال حوزه زنان می‌نویسد. خب خانم مهرنگیز منوچهریان در اواخر سال‌های 1330 و همزمان با اوجگیری فعالیت‌های زنان بنیاد نهاد. اتحادیه زنان حقوقدان، ایشون رئیس اتحادیه زنان حقوقدان بودند و ماده 3 اساسنامه اتحادیه زنان حقوقدان بر تساوی زن و مرد از لحاظ حقوق قانونی، مدنی، اجتماعی، سیاسی تاکید کرده و خواستار سازگار کردن قوانین ایران بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و ایجاد زمینه مساعد برای بحث در مورد مربوط به زنان و اطفال شد. و بعد سرکار خانم مهرنگیز منوچهریان روحشون شاد زنده یاد، یکی از زنان بزرگ ایران که بسیار قدم برداشت برای زنان، در سال 1342 در اولین دوره انتخابی مجلس سنا بعد از اعطای حق رأی به زنان در ایران در کنار شمس الملوک مصاحب تنها سناتورهای زن بودند که هر دو در زمره 30 سناتور انتصابی از سوی شاه برای اولین بار واجد مجلس سنا شدند. خانم پروین اردلان روزنامه‌نگار فعال حقوق زنان و یکی از برندگان جایزه بین‌المللی حقوق بشر اولاف پالمه به همراهی نوشین احمدی خراسانی، نویسنده و فعال حقوق زنان، کتاب سناتور را که مهمترین منبع پژوهشی درباره فعالیت‌های حقوق مهرنگیز منوچهریان و تلاش‌های او برای بهبود وضعیت حقوق زنان در ایران است تألیف کرده. اما خانم مهرنگیز منوچهریان وقتی وارد سنا شد میخواست از ابزارهای همون چارچوب به نقد و اصلاح چارچوب بپردازد، در اون چارچوب حقوق قوانی. او در دوران سناتوری همواره منتقد باقی ماند و عملا هم با استعفای خود در اعتراض با نابرابری قانون گذرنامه نشان داد که قدرت و منصب سیاسی برای او اولویت نیست. یعنی چی؟ من نمیدونستم تا به امروز، تا وقتی که سرکار خانم خیرخواه گفتن که در زمان شاه هم خروج زن زیر سن 40 سال باید با اجازه شوهر یا پدرش میبوده. این رو من نمیدونستم راستش. خود من خب
در زمان شاه خارج شدم، نمیدونم کدوم مرد در خانوادم این اجازه رو دادن. اما یکی از علل استعفای خانوم منوچهریان از سناتوریش به این علت بود که چرا زن زیر 40 سال باید با اجازه شوهر یا پدر یا وکیل بزرگ مرد بزرگ خانواده خودش از ایران خارجه، و ایشان استعفا داد، ضمن اینکه با استعفای مخالفت شد. و یک علت دیگه ایشون یک کسی بود که فردی بود که حاضر نشد که اتحادیه خودش رو که اتحادیه حقوقدانان زنان ایران بود زیر یک مجموعه سازمان بین‌المللی، یعنی اتحادیه بین‌المللی زنان حقوقدان، نمیخواست این رو ببره زیر چتر سازمان زنان که زیر نظر خانم اشرف پهلوی بود، و ایشون به هر حال جنگ کرد زیاد، به ضمن اینکه کارهای بسیاری هم انجام داد و به بالاخره از کار خودش کناره گرفت. و این خانم چندین جایزه بین المللی هم گرفته، برنده جایزه حقوق بشر، اولین زن ایرانی در سازمان ملل 1968. عزیزم خیلی شما ممنون آقای امیر عزیز از خانم پری خیرخاکش، نام همسرشونه ولی ایشون در ایران در زمان خودشون مدیر مدارس مختلف بودن دبیرستان ها، فامیلشون به عنوان پری معازده، گفتم من دوست دارم با شما هم صحبت کنم در این برنامه. میدونید ایشون هم در رشته حقوق فارغ التحصیل شدن، بسیار زن فرهیخته ای، و بیرون کردن مطالب رو که دویچه وله تهیه کرده از خانم مهرانگیز منوچهریان برای من فرستادن. گفتم فقط تو راجع به این خانم صحبت کن برای من کافیه، چون هیچ کس اندازه این زن در دوره جدید نجنگید برای حقوق زن، فعالیت نکرد. من قدم به قدم، گام با گام، گام به گام با این زن بودم. نخواست که اتحادیه حقوق زنان زیر نام سازمان زنان ایران بره، چون همه چیز فرمایشی بود و با حرکت‌های فرمایشی و به خاطر زنها می‌جنگید، و بعد از مقام سناتوری خودش استعفا داد به دلیل علتش که ایشون میگن، حتی در این مطلب دویچه وله قید شده، این هستش که زن زیر 40 سال در دوران گذشته باید با اجازه همسر یا پدر از ایران خارج شد، و ایشون مخالف این قانون بودن. کتاب این خانم رو باید تهیه کنم و خاطراتشون رو بخونم. خانم پری معازد گفتن که خیلی با انصاف نوشته شده، و در یک جلسه باید ما اختصاص بدیم به زنانی که واقعا در ایران به خوبه بیشه خانم منوچهریان، مهرانگیز منوچهریان، که ببینیم چه کردن برای زنان ایران. این بحث که میگوین زن مغزش کوچکتر است مرد هست، مغز زن کوچکتر از مرد. یک تحقیقی شده، قبل از اینکه این رو نشون بدم، خب اجازه اشکال نداره. یک تحقیقی شده بر روی این قضیه که درست نیست این موضوع. اندازه کوچکتر میتواند نشان دهنده فشردگی شدید سلولهای عصبی یا سیگنال دهی فعال بیشتر آنها باشد. این اطلاع در واقع کشفیات جدید بر روی مغز زنان، چرا او رو قرنها در انزوا نگه میداشتن و میگفتن تو عقل کامل نداری، مرد عقل کامل داره، و این زن رو واقعا به صورت به شکل برده نگه می‌داشتن، هنوز هم در بخش اعظمی از کشورهای مسلمان نشین. این امر یعنی این سلول‌ها اثر بخشتر کار می‌کنن. مغز زن کوچکتر هست، جثه‌اش کوچکتر است، اصلا بزرگی مطرح نیست. موضوع محتوا و اون هوش هستش که ربطی به اندازه بزرگ یا کوچک بودن مغز زن نداره. مغز زنان اثر بخشتر از مردان کار میکنن. اینا رو بنده نمیگم، این آخرین تحقیقات و گزارش های پزشکی است.
عصب شناسان دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس که همون UCLA هست دریافتند که مغز زنان اثر بخشتر کار میکنند و از این رو برای اتمام کار به نورون و انرژی کمتری نیاز دارند. آنها دریافتند در مغز زنان هیپوکامپ که نقش مهمی را در حافظه، هوش و احساسات ایفا می کند در هنگام انجام یک کار نسبت به مغز مردان مصرف انرژی بسیار کمتری دارد و سلولهای مغزی کمتری را در بر می گیرد. این هم در مورد اینکه مغز زنان کوچکتر از مغز مردان هست، اما هر چیز کوچکی جواهر هم خیلی کوچکه اما ارزشش خیلی بالاست. هرچند که ما در اینجا مدام میگیم که بخش عمده ای از جنبش زنان در چند قرن اخیر مدیون مردان روشن فکر بوده، جان استوارت میل در سال 1869 اولین کتاب رو نوشت برای زنان، به خاطر زنان، حقوق زنان، و خیلی راهگشا بود برای حقوق زنان. همزمان فتلی آخونزاده در ایران در نوشتارهای خودش از حقوق و برابری زن، حق رأی زن دفاع میکرد. تقی‌زاده و وکیل رایا دو نماینده مجلس اول در دوران مشروطه برای حق زنان داد و فریاد میکردند. خود زنان ولی آنچه که به زن بعد تفسیر گفتن تفویض شده، اهدا شده، داده شده، خب زن که قانون در دستش نیست، ولی همین هم که قانون در دستش نبوده قرنهاست داره میجنگه تا قانونی به دست بیاره، اما به خاطر کوشش های خودش، فشارهای مختلف به سازمان های دولتی در کشورش یا به سازمان های جهانی اگر حقوقی هم به او داده میشه میگوین این یک حقوق الهی بوده و از طرف شخص مملکت بوده و متاسفانه هرگز به نام خود زن، یعنی مثل اینکه یک عروسکی است که براش لباس تنش کردن. خب این خودش هوش داره، این عروسک نیست، خودش فعالیت کرده. اگر حرف نمیزد، اگر تقاضا نمیکرد، اگر نشست نمیکرد، اعتصاب نمیکرد، واقعا به استیصال نمیانداخت این ادارات دولتی که هیچ حقی نداشت. چرا این حقوق به نام زن ایرانی در ایران هرگز ثبت نشده که خودش این کارها رو خواسته و کرده؟ اگر به او داده شده قدرت اداری بوده، قدرت اجرایی بوده، خودش قدرت اجرایی نداشته، ولی کوشش‌هاش به نام دیگران ثبت شده. و من گاه واقعا از طرف خود خانم‌ها در اینجا تلفن‌هایی می‌گیرم که منو محکوم می‌کنن که چرا مثلا فلان رهبر رو می‌خوای کوچک بکنی، چرا نمیگی او کرد. خود اینها هم در یه ذهنیتی بزرگ شدن و پرورش داده شدن که جز این نمیتونن بیاندیشن. اما فرزندان آینده ایران به گونه دیگری به این قضیه نگاه میکنن، به حرکت زن، به حقوق زن، به خود زن و کوشش ها و تکاپوی او تکیه میکنن و استناد میکنن، نه اون کسی که در نهایت امضا کرده و گفته خیلی خوب بابت گریه زاریاتون من این حق رو به شما میدم. خب مسلمه که وقتی که چنین تبلیغاتی دولتی بوده و هنوز هم هست، ما هرگز نمیتونیم، یعنی اجازه داده نمیشه که این زنها شکوفا بشن، چهره هاشون شناخته بشه. یکیش هم همین سرکار خانم مهرنگیز منوچهریانه که من با خانم پری مازه که هفته گذشته صحبت کردم شرمنده شدم که چرا من این بانو رو تا بخواد بهش توجه نکرده بودم و چرا ما ایرانی ها نباید زنان خودمون رو که چه زجری کشیدن، چه شکنجه، چه کوشش هایی کردن برای حقوق زنان بشناسیم. خانم پری مازد بسیار از شما سپاسگزارم. خب یک، اگر زنان در محیط خوب پرورش داده بشن از لحاظ سلامتی، مطمئن باشید که در سن 40 سالگی و 50 سالگی و 60 سالگی و 70 سالگی نمیمیرن، نه مشکل استخوانی پیدا میکنن، نه حتی 80 سالگی.
حالا من میخوام یه خانم 86 ساله رو به شما نشون بدم که این یک ژیمناست قهاره. و بله بله، این بانو، این بانو ژیمناست 86 ساله، ببینید چندین جایزه هم گرفته، چقدر شکل خدا بیامرز عمه منه. و این زن ببینید در سن 86 سالگی، واقعا در سن بالا و این سنین هست که اینها میتونن رول مدل بشن. یعنی کسی فکر نکنه اگر از سن 70 یا 80 گذشت همه چیز تمام شده، نه، میشه هنوز عمر واقعی انسان مشخص نشده با تغذیه خوب، با روحیه خوب. من فکر میکنم یه علت مرگ روحیه خرابه، هم تغذیه که خوب، بله، این روحیه خراب، کوبیدن زن. ببینید این بانو، این خانم 86 سالشه، ببینید بر اینو اصلا بر روی این چوب شما جرأت میکنین بهش نزدیک بشین؟ و یک قهرمان ژیمناست در نوع خودش، الهام برای تمام خانوهای در سنین نه تنها 60 و 70 بلکه 80 سالگی. درود بر این زن، درود بر این زن و زنان مشابه او. بله بله بله، عالی 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 عالی. این یک، خیلی ممنون از شما. خب دیگه حقشه که یک بوس هم بگیره. ببینید یک ویدیویی به دست من رسید و من یک تاریخایی رو متوجه شدم در ایران، سالی که آخوندها اومدن، چون تنها نهاد سیاسی در ایران آخوند بود در کنار نهاد حکومتی، و وقتی اون نهاد فرو ریخت این نهاد من. بگذاریم از اینکه زنان ایران در سال 1979، یعنی در همون بهمن 57، در 8 مارچ اسفند 57 هفت بود دیگه، بله، اینها اومدن وقتی که خمینی وارد ایران شده بود، بین بعضی میگن تا 30,000 زن، که ویدیوش هم هفته گذشته نشون دادیم، بارها نشون داده شده، در یوتیوب تشریف ببرید، تقاضا میکنن بزنید گوگل کنید زنان ایران 8 مارچ 1979، چه کردن برای حقوق؟ که ما برای حجاب انقلاب نکردیم، ما برای حقوق خودمون انقلاب کردیم. و چگونه با ضرب و شب، یعنی این چپی ها، بعض بخش چپی ها و مجاهدین، و بعد بله بله، این عکس رو دوباره، این فیلم رو نشون میده، واقعا این فیلم تاریخی است که اگر حمایت شده بود از همین زنان، این گروه های مخالف گروه شاه، اگر از این زنها موافقت کردن، شما حمایت کرده بودن، مطمئن باشین که خمینی نمیتونست برمسند بشینه و 30 سال این گونه شکنجه به دولت تجاوز کن و جون بگیره، مال بگیره، این گونه بر سرزمین ایران چنگ بیاندازه. همین 30,000 زن میتونستن میلیون ها مرد و زن دیگر به خیابان بیارن، ارگانایز کردن 30,000 زن، و این رو چند خانوم من شنیدم از برگزار کننده ها بودن، ولی این آمادگی بود از همه اقشار، چادری، بی چادر، خانه‌دار، وکیل، نرس، معلم، اینها چه میخواستن؟ چرا توجه نشد به خواستای اینها؟ و یک فیلمی به دستم رسیده که میگوید مجاهدین خلق در همون سال، در همین اسفند، در همین دورانی که این بانوان عزیز در خیابانها تظاهرات میکردن، مجاهدین خلق اعلام میکنن که حجاب مسئله اصلی ما نیست، یعنی فعلا به این موضوع نپردازیم. سران حزب توده هم همینطور، به بهانه اینکه دشمن اصلی ما امپریالیسمه، اصلا به حجاب نپردازیم. اینها، این گروهایی بودن که بخشی از اینها رفتن زیر عبای آخوندها و تحریک کردن در روزنامه ها، بر روی چارپایه ها، پشت بلنگوها، و ریختن یه دلات و پود
این زنها رو با قمه و با خنجر و با کشیدن روسر موهاشون واقعا کشوندن به خیابان، راندن در واقع به خانه ها. و بعد در سال 1358 روز ولادت فاطمه زهرا به عنوان روز زن از طرف جمهوری اسلامی اعلام شد، یعنی 8 مارس رو فراموش بفرمایید. در سال 1359 بود که ورود زنان به ادارات بدون حجاب ممنوع اعلام گردید و این قضیه تا سال 1360 جا نیفتاد. آرام آرام اومدن، اول گفتن حجاب اجباری نیست، بعد گفتن حجاب حالا مسئله مهم ما نیست، و مجاهدین خلق و سران حزب توده اینها مدارکش هست در اون موقع که این قضیه، و این قضیه اتفاقا قضیه اصلی بود. اگر قضیه حجاب جا نمی افتاد، نهادینه نمی شد، خیلی قضایای دیگه هم اتفاق نمی افتاد. بعد در سال 1360 حضور زنان بدون حجاب در مجامع عمومی جا افتاد، رسمی شد، تحمیل حجاب سلاح نظام آخوندی شد تا سال 1388 که همین 4 سال پیش بود که ما دیدیم باز یک بخش دیگری از تاریخ ایران ورق خورد و حضور زنان و فرزندانشون در خیابانها. در همون سالها که در ایران زنان برای حجاب، برای آزادی خودشون می جنگیدن، در کشورهای اروپا و آمریکا بودن کسانی که فعالیت می کردن، یعنی ارگانیزیشن های زنها برای اینکه نخوان، برای حقوق زنان ایران. در سال 1358 زنان قاضی برکنار شدن و بعد از آن لغو قانون حمایت خانواده و حجاب اجباری، یعنی همین خانم مهرانگیز منوچهریان برای حقوق قانون حمایت خانواده بسیار تلاش کرد. در سال 1979 در همون سال علاوه بر این فیلمی که شما دیدین، ایده اینا که خب این خانم ها به طرف دانشگاه و دادگستری هر تظاهرات داشتن، کلاس های درس تحریم شد، تجمع در مقابل ساختمان رادیو تلویزیون بود، مراجعه به روزنامه کیهان آیندگان، خیلی حرکت کردن. و خانم بتی فریدمن که به عنوان مادر فمینیست امریکا هست، فمینیسم در دهه 1960 به همراه هزار زن به نفع زنان ایران دست به تظاهرات زدن. بتی فریدمن و گلوریا استیون. تمام شد وقتا در مقابل تولیدگری ایران در واشنگتن. در پاریس هم 100 زن برجسته از طرف کمیته حمایت از حقوق زنان از 15 کشور در تظاهرات به نفع زنان ایران حرکت کردند. در سرانجام این حرکت ها بود، منتها شرایط رادیو و تلویزیون و اطلاعات به این شکل اینترنت نبود که ما ببینیم در خارج از کشور حمایت کردن. میگن وقت ندارم، باید ببندیم برنامه رو. شیرخوارگاه رو یک بار دیگه هفته دیگه اعلام میکنم، 8 بامداد هر شنبه. آقای امیر شوکتی از شما بسیار سپاسگزارم. بدرود.